قسمت 65. ماه منیر با حسرت سر تکان داد و گفت: گمان نمی کنم عشرت بذاره این وصلت صورت بگیره. از رفتار دیشبش معلوم بود که دل خوشی از مورال نداره و از روبرو شدن شما دو نفر با هم خوشحال نیست. از اون گذشته خوب فکراتو کردی؟ البته من حرفی ندارم که لعیا رو پیش خودم نگه دارم، ولی میترسم مارال حاضر به جدایی از دخترش نباشه. آیدین گفت: من خیال ندارم لعیا رو از مارال جدا کنم. به شما هم قول میدم که هیچ وقت فرقی بین اون و بچه های دیگم نذارم. ماه منیر با لحن تردیدآمیزی گفت: مطمئنی که چند ماه بعد از اینکه آتش تند عشقت فرو نشست، باهاش سر ناسازگاری نخواهی گذاشت و خطای گذشته رو به رخش نکشی؟ آیدین گفت: من خیال ندارم شکاف قلب شکستش رو عمیق‌تر کنم، بلکه این امید رو دارم که با سوزن محبتم قادر به بند زدن اون باشم. ماه منیر گفت: نظر مارال پرسیدی؟ آیدین گفت: پرسیدم، اما جواب درستی به من نداد و هنوزم همون حرفای سابق رو تکرار میکنه. ماه منیر گفت: شاید علتش اینه که اون نظر مادرتو میدونه و برای همین نمیخواد این امیدو بهت بده. آیدین گفت: عزیز، نظر منو در مورد مارال میدونه. اگه شما همه نامه هایی رو که من از بیروت میفرستادم بخونید، نامه ای رو پیدا نمی کنین که اسمی از مارال در اون نباشه. با وجود اینکه همه پرسش هم بی جواب میموند، بازم من توی نامه بعدی همون سوالو تکرار میکردم. حاج صمد گفت: اون موقع دست آبجی به تو نمی رسید، حالا که در دسترسشی این اجازه رو نمیده. اشد منصوره رو برات در نظر گرفته و برای رسیدن به هدفش تلاش میکنه. آیدین گفت: این خواسته اونه نه خواسته من. فکر میکنم خودم حق انتخاب داشته باشم. من فردای روز ورودم به اینجا اومدم تا تکلیف دلمو با مارال روشن کنم و بدونم باید امیدوار باشم یا نه. حاج صمد گفت: باید به این دختر فرصت بدی. از اون گذشته تو اول باید تکلیف خودتو با خانوادت روشن کنی. شاید اون موقع برای مارال تصمیم گرفتن یکم آسونتر بشه. لعیا که به خواب رفت، مارال با آرزوها و خواسته هایش به خلوت نشست. از آن زمان که تارهای احساس قلبش ره به تب و تاب می افکند، سالهای سال می گذشت و اکنون دیگر پای احساسش در زمین خوردنهای بیشمار زندگی شکسته بود و با پای لنگ قدرت آن را نداشت که تب و تاب گذشته را به آن بازگرداند. تنها گناه پدر موجود خفته در کنارش این بود که با اصل و نسب و استخاندار نبود و به همین جرم تردش کردند و آنها را از خود راندند. خدا می داند سرنوشت این طفل در آن خانواده چه می شد و آیا او هم به جرم بی اصل و نسب بودن پدر نمی توانست مسیر را که می خواست انتخاب کند؟ از اندیشیدن به سرنوشتی که امکان داشت در انتظار لعیا باشد، قلبش در ماشین پرس زندگی فشرده شد. دستی از نوازش بر موهای مرطوب او کشید و از احساس خود چراغی ساخت برای عبور از زوایای قلبش و جستجو برای یافتن بقایای ریشه محبتی که گمان می‌کرد آن را کاملا از ریشه نکنده. با خاطرات گذشته سوار قطار زنجان به تهران شد و به مرور اولین نگاه و آغاز عشق نافرجامش پرداخت. با سربازان روسی در کوچ و پس کوچه های شهر کشته شدن بیوه زن بیگناه و اعدام قاتل را نظاره کرد. در دکان خاروبار فروشی غفور ملاقات های پنهانی با یاشار را که از نظر گذراند، فریادهای گوش خراش پدر و ضربات شلاق او یک بار دیگر وجودش را لرزاند. سوزش جای ضربات وارد بر بدن را احساس کرد و سپس مراسم عقد کنانش در محضر با حلقه ارزان قیمت
که به انگوش داشت به یاد آورد تصویر خود و مرد زندگیش را در آینه شمدان نقره سیاه شده قدیمی با پیراهن سفید گلدار که در آن زمان برایش از هزاران پیراهن تور سنگ دوزی شده با ارزشتر بود تماشا کرد. روزهای سختی که در آن خانه کلنگی در کنار یاشار گذرانده بود خاطره روزهای خوش آغاز عشق را چرکین ساخت. جای ناخن‌های تیز او به روی گردنش هنوز در خاطره‌هایش جان داشت، اما رشته آن محبت از دلش ریشه‌کن شده و هیچ اثری از خود به جا ننهاده بود. لعیا از خواب بدی که می دید لبها را به حالت گریه جمع کرد و لحظه بعد دوباره آن را با خنده شیرینی از هم گشود. مارال قطره اشکی را که در حالت تردید برای فرو ریختن بود با نوک انگشت پاک کرد و سپس هم صدای خداحافظی پدر و مادر خود را با آیدین شنید، هم صدای او را که می گفت به مارال بگین مهمانی فردا شب و فراموش نکنه. مارال خیال شرکت در آن مهمانی را نداشت. همان صدمه ای که یک بار در زندگی دیده بود برایش کفایت می کرد و نمی خواست در مبارزه به خانواده آیدین به همان اندازه تحقیر شود که در زندگی با یاشار تحقیر شده بود. این بار قصد داشت سر بلند و مغرور بماند و به آنهایی که گمان می کردند خواهند توانست غرورش را بشکنند به دیده تمسخر بنگرد. صدای پدر را شنید که می گفت مارال کجای آیدین داره میره؟ و بلافاصله صدای آیدین را شنید که می گفت مزاحمش نشین، شاید قبل از اینکه لعیا رو خواب کنه خودش به خواب رفته. ماه منیر آهسته لایه در اتاق را گشود و به چشمان گریان دختر خود خیره شد و گفت از ادب به دوره، بلند شو اشکاتو پاک کن بیا باهاش خداحافظی کن. مارال به ناچار برخاست و با آستین پیراهن چشمهایش را پاک کرد و از اتاق بیرون آمد. آیدین با یک نگاه به چهره مارال متوجه اشکهایی که ریخته شده و اشکی که آماده سرازیر شدن بود شد و دلش بر نامرادی دختری که اسب مرادش موفق به پریدن از بلندی آرزوها نشده سوخت. صمد پرسید خوابیده بودی؟ مارال گفت بله آقا جان. وقتی داشتم تظاهر به خواب می کردم که لعیا رو بخوابونم بی اختیار خوابم برد. آیدین بیان که این گفته را باور کند لبخندی به لب آورد و گفت اجازه میدی لعیا رو توی خواب تماشا کنم؟ این دختر بد جوری دل منو برده. مارال گفت عیبی نداره، فقط مواظب باش بیدارش نکنی. آیدین نزدیکتر آمد و از لای در کودک خفته را با لذت تماشا کرد و سپس روی برگرداند و گفت فردا شب لعیا مهمان اختصاصی منه، مبادا اونو به دایی بسپاری و همراه خودت نیاری. مارال گفت هنوز مادر لعیا دعوت تو قبول نکرده که خودشو دعوت میکنی. آیدین گفت اگه نیای من مهمونی رو به هم میزنم، باید حتما بیای. مارال گفت پس بهتر از همین حالا مهمونی رو به هم بزنی، چون من نمیام. قبلا به آقا جانم گفته بودم که دیگه هیچ وقت پا به خونه عمه اشرت نمیذارم. آیدین گفت تو حساس و زودرنج شدی، وگرنه هیچ کس توی اون خونه به تو بی احترامی نکرده. مارال گفت شاید همینطور باشه، من زیاده از حد حساس شده باشم. اون موقع توی خونه شوهر سابقم به جرم دختر خان بودن تحقیر می شدم و در منزل خودم به جرم ازدواج با مردی که هم شأن خانواده ما نبود. به همین خاطر دیگه نمی خوام توی منزل عممم به جرم بیوه بودن تحقیر بشم. حالا منظورم رو فهمیدی یا بازم باید توضیح بدم؟ لعیا از صدای فریاد مانند مادر از خواب پرید و به گریه افتاد. ماه منیر به سرعت داخل اتاق شد و در آغوشش گرفت. آیدین دست از اصرار بر نداشت و گفت این تقصیر خودته. لعیا به محض شنیدن صدای آیدین سر از روی شانه مادر بزرگش برداشت و گفت میخوام برم پیش عمو.
ماه منیر گفت عمو داره به خونه خودش میره، حالا دیگه وقت خوابه. لعیا با لجاجت پاهای برهنه خود را به روی شکم ماه منیر کوبید و فریاد کشید نه من دیگه نمیخوام بخوابم، بذار برم. ماه منیر به ناچار او را از اتاق بیرون آورد. لعیا دستش را به طرف آیدین دراز کرد و پرسید منو بغل میکنی عمو جون؟ مارال تشر زنان به او گفت عمو داره میره، بیا بغل من. آیدین احساس کرد که دیگر اصرار بیفایده است. رو به حاج صمد کرد و گفت حاج دایی شما بهش بگین که این تصور درست نیست. از صدای گریه لعیا بچه های حوریه هم بیدار شدند و به گریه افتادند. ماه منیر پرسید میخوای دختره طغرلم ببینی؟ آیدین گفت البته خیلی دلم میخواد اونا رو ببینم. طغرل و حوریه بعد از رفتن غزال و محمود از آن خانه در دو اتاقی که ما بین طبقه اول و دوم قرار داشت زندگی می کردند و با هم از پله ها پایین آمدند. جیران که شباهت عجیبی به دختر ناکام خانواده داشت گریه کنان ما بین دو لبه در ایستاده بود و مادرش را صدا می زد. آیدین کودک گریان را در آغوش فشرد و از دور چشم به جنت که در آغوش طیبه می گریست دوخت و سپس جیران را به زمین گذاشت و از اتاق بیرون آمد. حاج صمد به دنبالش از در بیرون رفت و گفت آیدین جان بهتره فعلا در مورد مارال صحبتی با آبجی اشرت نکنی، بذار این مهمونی برگزار بشه بعدا سر فرصت در مورد این مسئله تصمیم می گیریم. آیدین گفت مطمئن باشین حاج دایی تا مارال به من پاسخ مثبت نده اونو مطرح نمی کنم. خداحافظ تا فردا شب، خیلی منتظرتونم. سعی کنین هر طور شده مارالم با خودتون بیارین. صمد گفت قول نمیدم، خودت میدونی که این دختر چقدر یک دنده و لجبازه، اما با این وجود همه سعی خودمو میکنم. نگاه حاج صمد به افق آینده دخترش درست مانند نگاه مارال تاریک و مبهم بود و شکی نداشت که عشرت به این سادگی در مقابل احساس آیدین سر تسلیم فرود نخواهد آورد و برای جلوگیری از این وصلت خود را به آب و آتش خواهد زد. امیدی که تا قبل از بازگشت خواهرزادهش از سفر نسبت به آینده دخترش داشت در شب گذشته به محض ورود به خانه آنها و مشاهده رفتار سرد و توهین آمیز خواهر به یک چشم به هم زدن تبدیل به ناامیدی شد و اکنون اطمینان داشت که عشرت همه تلاش خود را به کار خواهد برد تا مهر منصوره را در دل پسرش جای دهد. مگر نه اینکه مارال دختر خودش بود و به همان نسبت سرسخت و مغرور و چون پدر هیچ وقت حاضر نمی شد در مقابل دیگران اظهار عجز کند و سر تسلیم فرود آورد. به همین جهت تمایلی نداشت که او غرور خود را بشکند و در مجلسی حاضر شود که آنها تمایلی به بودنش در آن جمع ندارند. با وجود این به خاطر قولی که به آیدین داده بود روز بعد موقعی که ماه منیر و حوریه آماده رفتن به حمام می شدند رو به مارال که قصد همراهیشان را نداشت کرد و پرسید مگه نمی خوای خودتو برای مهمانی امشب آماده کنی؟ مارال گفت نه آقا جان، خودتون می دونین که خیال اومدن ندارم. حاج صمد گفت چرا دخترم؟ تو که همیشه با کمال میل به منزل عمت می رفتی، پس چرا حالا که به مهمانی دعوت شدی از رفتن به اونجا اکراه داری؟ مارال گفت حالا که آیدین برگشته وضع فرق کرده، عمم از خدا میخواد که من میدونو برای منصور خالی کنم. حاج صمد گفت و تو هم به همین سادگی میخوای میدونو براش خالی کنی و جوانه به این خوبی و پاکی رو به آسونی از دست بدی؟ اونم جوانی رو که حتی بعد از این که تو پشت پا به محبتش زدی مهر تو توی قلبش محبوس ساخت، به هیچ کس هم اجازه قصب جایی رو که حق تو میدونست نداد. این بار پشت پا به محبتش نزن مارال، تا وقتی شمع جوونیت فروزانه میتونی وجودتو از شعلش گرم کنی، وگرنه وقتی که به انتها رسیدی
وجود لرزون تو با چه آتشی گرم میکنی؟ سپس رو به ماه منیر کرد و گفت: تو چرا چیزی نمیگی خانوم؟ بغچه حمامشو ببند، اونم با خودت ببر. ماه منیر کلاف از نافرمانی مارال پاسخ داد و گفت: خودت میدونی که من هیچ وقت نمیتونم حریف این دختر بشم. میگه نمیخوام بیام، زور که نیست. پوری لب به سخن گشود و خطاب به مارال گفت: مگه تو پریشب نمیگفتی که اگه تو رو سر لج بندازن منصوره رو از میدون به در میکنی؟ پس چی شد؟ مارال گفت: هنوز منو سر لج ننداختن، از اون گذشته. من به سبک خودم این کارو میکنم، با غرور و سرکشی، نه با عجز و ناتوانی. من دختر شما هستم آقا جان، همونطور سرسخت و مغرور. فکر نمی کنم بخواییم که تحقیر بشم. پس اجازه بدین امشب با بچه ها توی خونه بمونم. خوب یادم میاد اون موقع ها که من و جیران و غزال دختر خونه بودیم. هیچ وقت دلتون نمیخواست ما رو با خودتون به جایی ببرین که جوون عذب داشته باشن، تا مواد اونا خیال کنن که قصد نمایش دختراتونو دارین. پس چی شد؟ هاش صمد گفت: حالا هم دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی آخه اونجا منزل خواهرمه، نه منزل غریبه ها. مارال گفت: به شما قول میدم که این خواهرتون به زودی غریبه میشه. حاج صمد گفت: خدا نکنه بین ما جدایی بیفته، خودت میدونی که من و عشرت چقدر به هم وابسته ایم. ماه منیر با لحن نامطمئنی گفت: امیدوارم همیشه همینطور باشید. مارال با صدای گریه لعیا که مشغول کشمکش با جیران بود صدای آنها را شنید و گفت: باز این دوتا به جون هم افتادن. به یاد ندارم هیچ وقت آخر بازی این دو نفر به دعوا ختم نشده باشه. ماه منیر گفت: عیبی نداره، کاری به کارشون نداشته باش. اول دعوا میکنن، بعدم آشتی میکنن، دوباره هم بازیشون رو از سر میگیرن. گلین و طیبه مواظبشونن. تو به فکر خودت باش، فقط برای مهمونی که نباید به حمام رفت. دلت نمیخواد امشب به اونجا بیای، خب نیا، اما دلیلی نداری که خودتو از حمام رفتن محروم کنی. برو وسایلتو جمع کن بیا بریم. حوریه در تایید سخنان مادر شوهر گفت: خانم جان راست میگه، حمام رفتن چه ربطی به مهمونی رفتن داره؟ بیا بریم. مارال گفت: نه نمیام، اصلا امروز حوصله حمام کردن رو ندارم، به خصوص که ممکنه عمه اشرت و آیدا و آلما هم اونجا باشن. خانم جان گفت: خب باشن، طوری حرف میزنی انگار که اشرت و دختراش دشمنتن. صمد با بی‌حوصلگی گفت: راحتش بذار خانوم، وقت داره میگذره، چیزی هم به ظهر نمونده، شما زودتر برید و برگردید. ماه منیر تسلیم شد و بعد از اینکه چندین بار گلین را صدا زد رو به مارال کرد و گفت: گلین بخشه یه حمام ما رو میبره، طیبه هم مواظب بچه هاست، بعد نیست خودت هم گاهی سری بهشون بزنی. گلین که منتظر فرمان او بود وسایل آنها را برداشت و به همراهشان از در بیرون رفت. مارال در سکوت کنج اتاق نشیمن نشست و سر به زیر افکند. منتظر بود باز هم پدر رگبار ملامتها را بر سر و رویش بباراند، اما این بار صمد قصد ملامت نداشت و تصمیم گرفته بود او را به حال خود بگذارد. می دانست که در صورت نیامدن مارال آیدین بیکار نخواهد نشست و عکس العملی نشان خواهد داد. شاید اگر به دنبالش می آمد و او را با خود به مجلس مهمانی می برد، شکاف غرور شکسته این دختر پر می شد. مارال که گمان می کرد پدرش به خاطر نافرمانی از او رنجیده، برای به دست آوردن دلش به عادت دیرینه گفت: چطوره با هم مشاوره کنیم آقا جان؟ صمد تمایلی نشان نداد و با لحن سردی گفت: حوصله‌شو ندارم، فقط میخوام برم بازار برای آیدین یه هدیه مناسب بخرم، بالاخره نمیشه امشب دست خالی به اونجا بریم. مارال که از خدا میخواست پدرش فرصتی برای ملامت کردن نداشته باشد، نفسی به راحتی کشید. بعد از ظهر که شد، غزال و محمود به سایر اعضای خانواده پیوستند تا برای مهمانی آن شب آماده شوند. غزال به محض ورود و مطلع شدن از تصمیم مارال
سرزنش را آغاز کرد و گفت: تو عادت کردی با از دست دادن فرصت‌های خوب به فرصت طلبان مجال خودنمایی رو بدی. این فقط این بار نبود که موقعیت به این خوبی رو از دست دادی، بلکه بازم تنبیه نشدی، داری همون کارتو تکرار میکنی. اگه اون بار عشق چشم عقلتو کور کرد، این بار چی؟ مارال شماتت خواهر را با بردباری تحمل کرد و دم بر نیاورد. مارال قصد آن را نداشت که به غزال یادآوری کند که آن بار خود او از فرصت داده شده سوء استفاده کرده بود. ماه‌منیر که داشت جلوی آینه موهای سر را در زیر روسری سفید ابریشمی گلدار پنهان می‌کرد، بیان که روی برگرداند گفت: بی خود خونتو کثیف نکن غزال، نرود میخ آهنین در سنگ. مارال عوض بشو نیست، بازم حرف خودشه. خیال میکنه عشرت و دختراش لولو هن و همین که وارد مجلس بشه اونو میخورن. مارال با حاضر جوابی پاسخ داد و گفت: من ترسی از کسی ندارم خانم جان، ولی دلم نمیخواد بعضی ها خیال کنن که مارال برای پسرشون دام پهن کرده و به روی اون دونه پاشیده. درسته که یک بار توی زندگیم شکست خوردم، اما این دلیل نمیشه که به جبران اون شکست هر دستی که به طرفم دراز میشه رو بگیرم تا این بار دست و دلم با هم بشکنه. هیچ کس از من نمیپرسه که چی میخوای، همه دست به یکی کردن که شوهرم بدن. از شرم میخواین خلاص بشین؟ راستشو بگین، من جای کیو توی این خونه تنگ کردم خانم جان؟ غزال، تو هم زمانی قادر به احساس بوی سوخته یه سینم میشی که بتونی شکافی که توی قلبم ایجاد شده رو درک کنی. در غیر این صورت حق نداری به من چیزی بگی. غزال گفت: این دردیه که خودت به دلت گذاشتی خواهر جان. ای کاش اون زمان که هوای دلت همه آرزوهای دیگر رو که داشتی نادیده گرفته بود، در مقابل این خواسته می ایستادی و به جای اینکه اون روزها رو مغلوب کنی، سودای دلتو می کشتی.